سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما هموطنان گرامی، بینندگان عزیز سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران و همراهان پیک شادی. با این امید و آرزو در خدمت شما هستیم که مجموع برنامه‌هایی که در نظر گرفتیم مورد توجهتون قرار بگیره و بتونه ما رو در اوقات شاد شما عزیزان سهیم و شریک بکنه، بتونه خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما بیاره، همچنان که هدف همیشگیمون بوده و هست. با ما در برنامه پیک شادی همراه باشید. خبر تو خبر خبر داره براتون از نظامی که به مصداق مال بعد بیخ ریشه صاحبش 22 سال بعد از مرگ خمینی تو کار خوندن غزل خداحافظی و میره که به امام راحلش به پیونده. دلا شد و سیدل به سر قبر گریست، گفتا که امام این طرف ها پیدا نیست، رفتی به درک بی تو مؤخر چه کنم، بله این روزا تو سگدونی نظام بلواییه. اونی که تا دیروز معجزه هزاره سوم و پسر گوگولی مگولی مقام عظما بود و حتی براش روایت هم جعل کرده بودن. آیا دکتر احمدی نژاد میتواند همان شعیب ابن صالح سردار بزرگ اسلام در عصر ظهور باشد؟ حالا قبل از همه توسط خرچنگ نظام داره قیچی کاری میشه. وقت ظهور را نمیتونید شما مشخص کنید، اما چقدر آمدن مشخصا گفتند، چند ماه دیگر گفتند و امثال اینها، چیزی که هیچ ربطی به مهدویت نداره. تطبیقهای نادرست، فلان سید نفس زکیه است، فلان مقام مسئول شعیب ابن صالح است، به چه دلیل شما اینا رو میگید؟ بر فرضم که اینا در روایات آمده که آمده، شما چطور تطبیق میکنید بر اینها؟ آینده را هم دیدید؟ آینده را که ندیدید. اعتقاد به مهدویت رو من خواهش میکنم از همه ابزار تجاری نکنند، کالای تجاری نکنند. اما غلغله توی سگدونی نظام فقط بر سر این نوع کالاهای تجاری نیست، بلکه بین کله گنده ها و سایر حاجی های نظام بعضن حتی سر موز هم دعوا میشه. خدا شاهد با لباس احرام سر موز دعوا میکرده. با خدمه دعوا میکردن که موزای 65 سانتی رو به رفیقات میدی، کوچولو موچولاشو به ما میدی، تکنی با خنیم نمیفهمیم. سر موز فوش پدر میدنن به هم. من به یکیشون گفتم آقا تو باید گوسفند بکشی، چرا توهین میکنی؟ مگه نمیدونی وقتی آدم محرم میشه 24 چیز برش حرام میشه، یکیش لغویات هست، چرا فوش میدی؟ گفت حاجا من پدر اینا میسوزونم، یه گله گوسفندم میکشم، این حاجی ماست. حالا وسط این آتیش و دودی که داره کل ریش عظما رو خاکستر میکنه، این یارو پیدا شده که میخواد با یه آفتابه این آتیش رو خاموش کنه و همه رو با هم آشتی بده. اولین راهکاری که برای عصبانیت وجود داره سکوت کنیم. موقعی که عصبانی میشیم سکوت کنیم، حرف نزنیم. فضای مکانی و زمانیتون رو عوض کنید. اگر ایستادید بنشینید، اگر نشستید بخوابید. اولین ضربه رو شخص عصبانی به خودش میزنه. باور کنید دوستان، اگر هر کدوم از ما از پا بیفتیم، هیچ کی نیست زیر بغل ما رو بگیره، تا دو سه ماه، سه چهار ماه، یک سال بیشتر مهمون بقیه نیستیم. اینه که ضرر رو اول به خودمون میزنیم. پس آدم با آرامش، اکثر دعوا هم آخرش به خوشی میانجامه. حالا اگرم کسی بینش به حال شکراب هست، روی همون ببوسن و آشتی با هم کنن. برو بابا تو هم دلت خوشه. این شکافی که دیوار بیت عظما رو جر داده با این بتونه مالی ها که هم نمیاد. تازه خرات های نظام افتادن به جون دولت و میخوان مشایی زداییش کنن. از دوروری های احمدی نژاد هم به شدت تردش میکنیم. آدم های منحرفی هم دروغ میگن،
برنامه دارن برای کاراشون. من یه چیزم اینجا میگم، مسئولین این استان، آقای مسئولین استان حواستون جمعه؟ ولایت مشایی دارید یا ولایت فقیر قبول دارید؟ چی؟ ولایت مشایی؟ ببین تا کجا پشم و پیلی عظما ریخته که مشایی موش مردنی هم جلوش ادعای ولایت میکنن. آقا یعنی هیچ کدوم از این گربه های کله گنده نظام حریف این مشایی موشه نمیشن؟ زید علی گیج و خمار گرو هشت شیشش گرو هشت شیشه بوی محمود و اسفندیار گن زدن بریشش گن زدن بریشه. متاسفانه نفوذ آقای مشایی در بدنه دولت هر کس رو قلقم میکنن، هر کس رو بخوان اشاره آقای مشایی کافیست، کسی نمیتونه نطق بکشه. آقای مشایی نظام رو تهدیدم میکنی؟ از اونجایی که هزینه سقوط عزیز دردونه مقصوب سید علی یعنی آمعمود بیشتر از این صحبت هاست، دوروبری های خامنه ای اول تلاش کردن که فقط عضو آلوده دولت یعنی مشایی رو قطع کنن تا مجبور نشن به خاطر اون کل دولت رو دراز کنن. من با احمد نژاد خودش آدم درستیه، گول خورده. بله، مثل اینکه دوران خوش نوکری بیچون و چرای احمدی نژاد برای عظما گذشته و زیر سر انتر بلند شده. این وسط حامیای قدیمی آمحمود هم حیرون موندن و تلاش میکنن ویروس مشایی رو از تنش خارج کنن. آقای احمدی نژاد در دو چیزش، روزی که ما از آقای احمدی حمایت کردیم به ذرس قاطع دو خصوصیت رو در آقای احمدی تشخیص دادیم. الان یه ویروس به جانی افتاده، این مشایی معلوم شده ویروس به جانی، این افتاده به جانش، هم دینشو داره میگیره هم عقلش. اما تا اینجای کار همه علائم نشون میده که احمدی نژاد دو دستی ویروس مشایی رو چسبیده و گله مشایی اینا رو به گله ولایت مدارها ترجیح داده. آی محمود گله چرا نمیای تو گله؟ آی محمود گله چرا نمیای تو گله؟ حالا بی زحمت یکی به ما بگه یه چنین نظام آشولاشی چطوری میخواد تو سال مرگ امامش نفر جمع کنه و بیاره برای راهپیمایی؟ شاید این دو نمونه یه برآوردی به ما بده. فکر میکنید که حضور مردم فردا در راهپیمایی چطور باشه؟ از بهتر باشه، برامون باشه، بره بچه‌مون باشه، مثلا بره ملتمون باشه. افتخار داریم، افتخار میکنیم بچه‌مون بیاریم بیرون اونو راهپیمایی کنیم. فکر میکنید که راهپیمایی فردا چه پیامش داشته باشه؟ برای بچه‌مون هستی، مثلا برای بچه کوچیک میفهمن اسلام چطوریه، اونا دینمون چطوریه، مثلا همینطوری. بچه‌های ما الان، جوان‌های ما توی زمان انقلاب نبودن، ولی با این حال میبینیم که تو راهپیمایی‌ها و برنامه‌های مختلف شرکت گسترده دارن. فکر میکنید چرا به این شرکت میکنن دیگه؟ برای خودشون مثلا افتخار، برای خودشون یه چیزی بلدن، مثلا راهپیمایی چطوریه، اسلام چطوریه، دینشون چطوریه، اینجوری باشن. توی راهپیمایی فردا بهترین شعاری که میتونید بدید چی هست؟ بده میتونم بی عجب رفت از موقع این شهر رفت بیرون الهله، ما همینه هم شعار و اینه و بچم هفت دختر داره همش کار میکنه و کارمنده و اینه و همش شعار میکنه، ما هم همینطور رامینه. فکر میکنید حضور مردم در راهپیمایی فردا چطور باشه؟ من چی میدونم؟ وای ندری چی بدونم؟ حالا بریم سراغ خبر بعدی. حتی ان الثورة اليمنية الان يضاه فيها اشد و بابا نخواستیم تو فک بزنی، تو همون چرت مرغی تو بزن. خبر تو خبر خودش ادامه میده. بله، و حالا یک خبر قدرتمدارانه و استکبار شکن. سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس تصویب طرح تحریم و تعقیب 26 مقام آمریکایی را اعلام کرد. است. واقعا عجب تهدید ترسناکی.
دیگه الان حتما روزگار این 26 نفر سیاه میشه. این قمپوزی که این بار سیدعلی در کرده بیشتر شبیه این پالتوی خز میمونه که فقط به درد ژست گرفتن تو خیابون میخوره، ولی تو اندرونی بیت که بری خودشون خوب میدونن که اصل ماجرا چیه. یکی دیگه از جاهایی که دست نظام رو شد تو جریان امداد رسانی و دادن عصای زیر بغل به دیکتاتور سوریه بود. عظمای بدبخت که خودش لنگاش رو هواست، نیروی خود رو فرستاد تا اسد رو از گرداب بحران خارج کنه. اما هم اسد رفت تو لیست تحریم و هم خودش. یه چیزی تو این مایه ها. حالا که صحبت نیروی قدس شد، خوبه یه سر بریم ببینیم دارن چی کار میکنن، اصلا چطوری باید آمادگی کسب کنن. ببینید به هر حال جوانای عزیز ما، نو جوانای عزیز که خودشون عمدتاً این برگزاری اردوها به عهده خود اونهاست، میدونن برنامه باید جامع باشه، جامع الاطراف باشه، همه چی توش داشته باشه، با روحیات جوانها سازگار باشه، هم نشاط توش باشه هم شادابی باشه، در این حال مسائل عبادینا خوب باید بهش توجه بشه. بله همونطور که مشاهده میکنید جوانا و نوجوانا سیبیل تا سیبیل دارن با هم راه میرن، همه هیکلا میزون، تایرهای ضد ضربه روی سر، لم داده رو متکا و شلیک دقیق به اهداف. حالا بذارید این عتیقا رو کنار بذاریم و بریم سراغ یه نیرو ویژه زبر و زرنگ که برای رسیدن به هدف همیشه سریع ترین راه رو انتخاب میکنه. خدمت همه آیات و عظام علما و فضلا و همه مقامات کشوری و لشکری و دونبریدان بره ویستیر و ویشتوریان سلام عرض میکنم. آقا ما همین که وارد مجلس شدیم فضا فضای رعلت بود. رعلت که میگم نه رعلت دار رعلت آره رعلت گفتم رعلت یاد امام افتادم، امام رائل که قده تو سرش بود بیشرف. خاطر همین تو همین حال و فضای رحلت و راهلی و این چیزا یه دو بیتی اومد تو کلم، دو بیتی اومد مصرا روش غزل کنارش، از اون بر یه بچه های کوچه مردا ریختم پشتم. سلام علیکم سلام علیکم. اون موقع بود که ریتم اومد گفت چی؟ کنون که من آمده ام به مرقد تو، به یادم آید شب و روز رحلت تو، نشسته بودیم گریان به ریش تو آویزان، اشارمون بالا بود بعد تو ای راهل جان، نظام در بود آقا فقط نصیب ما بود. بر کفالود از ما پر از دود، بی کل محمود اونجا بود، زهرو که خوردی افتادی مردی، بی تو ولایت شد نابود. رفتم چراگاه جا پاها تو دیدم، رفتی ته چا من بی تو بریدم، رفتم چراگاه جا پاها تو دیدم، رفتی من بی تو بریدم، آه بریدم.
تو شیشه. من آمده ام به مرقد تو، یادم آید شب و روز رحلت تو، نشسته بودیم گریان به ریش تو آویزان، نشارمون بالا بود بعد تو ای رائل جان، نظام در بود آقان فقط نصیب ما بود. اکبر کفالود از ما پر از دود، بیکل محمود اونجا بود، زهرو که خوردی افتادی مردی، بی تو ولایت شد نابود. اکبر کفالود از ما پر از دود، بی کل محمود اونجا بود، زهرو که خوردی افتادی مردی، بی تو ولایت شد نابود. شیشه امامو نشنی؟ دوستان عزیز شاید شنیده باشین که میگفتن قانون صحبت کردن با آخوندها و گوش کردن به حرفهای آخوندها قدیم میگفتن این بود که طرف اولین بار که گفت ممکنه باور کنی، بعد که اصرار کرد شک کن، بعد که قسم خورد مطمئن شو که دروغ میگه. این البته مال قدیمه، الان مردم ما با تجربه 30 ساله از همون اول که آخونده یا اعوان انصار آخوندها دهنشون رو باز میکنن به صحبت، میفهمن و مطمئنن که سیل دروغ داره میاد. مثلا همین وضعیت فعلی رژیم شما در نظر بگیرید، در شکننده ترین و ضعیف‌ترین موقعیت کل عمر منحوسش قرار گرفته در دوران سرنگونیه، بعد میگه طوری نیست، همه چی آرومه، همه چی خوبه، اتفاق ویژه‌ای نیفتاده. حالا میبینیم که واقعا خودشو داره در رادیو تلویزیونش و سایر به اصطلاح رسانه‌ها و ورق‌پاره‌هاش خفه میکنه که بگه در حال سرنگونی نیست. به لوس‌ترین و مشمئز کننده ترین صورت‌هایی هم که مطمئناً در تصور هیچ آدم عاقلی نمی‌گنجه متوسل میشه. به مستاق مشت نمونه خروار، یا بهتر بگم لجنی نمونه لجنزار، لطفاً به قسمتی از برنامه‌های تلویزیون رژیم توجه کنید. من داشتم حرف شیرین بلا، همه چی آرومه، رفیق پاشنه طلا، همه چی آرومه. عرضم بودی من میخوام. ای برادر هرکول و رسنم دستان رفته ان زیر خروارهای خاک، همه چی آرومه. آقا سید میدونی که بختمون خیلی کمه، تو باید الگو باشی، همه چی آرومه. ولی من دعوت میکنم از شما بیام با شما یه پند بزنم. دوست شیرو بتن نکن، مثل پهلوون نشو، احتیاج به زور بازون نداری، همه چی آرومه. در محاصره بحران‌های لاعلاج برنامه میذارن راجع به ممنوعیت یا آزادی موسیقی و بعد هم از اون بحث‌های صد من یک قاز آخوندی تحویل میدن که واقعا هر کلمش به نوبه خودش مشمئز کننده است. ولی موسیقی متنی که در واقع زیر همین برنامه ها هم به وضوح شنیده میشه، غزل خداحافظی رژیمه. امروز در مورد موضوعی صحبت میکنیم که شغل بسیاری است و در این حال تفریح بسیاری دیگر. از اونجایی که در کشور ما همه مسائل از امنیت گرفته تا اقتصاد و رفاه و اینها حل شده، میخوایم در مورد مسئله صحبت کنیم که استکبار جهانی میخواد از طریق اون جوانهای ما رو از دامن ولایت دور بکنه و به شلوار استکبار نزدیک کنه. مشکلی به نام موسیقی. میخوام برم دریا کنار، دریا کنار هنوز قشنگ، آخ بمیرم از شالیزار. 23 مایا همکارم هاشم خان و همراه لشکر 16 زرهی وارد میشن. سلام هاشم، چرا ریخته شدی؟ بحثو شروع کردی؟ کدوم بحث؟ من اصلا با شما بحثی ندارم. اول بگیم هاشم ما کجاست؟ آواش شوخی کردم، من میگم اول از تعریف موسیقی شروع کنیم. خیلی عالی. تعریف موسیقی چیه؟ مجموعی از اصوات و
نواییه که هم موزونه هم به نوعی میخواد یه احساس توی فرد برانگیزه. عجب تعریف شافی و کافی و تافی. واقعا من فکر میکردم تو الان موسیقی مجموعی از اشکاله. واقعا خیلی جدید بود. آقای مقدم، موسیقی علاوه بر اینکه دوستان گفتن موزون هست و احساس برانگیز هست، یه هنره. بله. بعضی وقتا نگران کننده است. بله بله، به نکته خیلی مهم اشاره کردید. مثلا من هر وقت به موسیقی گوش میکنم و نگران میشم، مثلا دلم شور میزنه، مثلا طرف داره ویولون میزنه، میگم یا همینجوری که داره میزنه یا نره تو چش طرف آرشه، یا داره چنگ میزنه یا چنگه بلند نشه اونو بزنه، مثلا داره ضرب میزنه ریپره بیره بره بره بیره بره 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 یا بزنه مثلا شکم طرف، مثلا میدونی من دیدم دارم میگم. متوجه شدید امروز در برنامه راه ما درباره موسیقی صحبت می‌کنیم. من به استقبال اساتید محترم جناب دکتر شایان مهر و جناب دکتر بهشتیان میرم. پس با اجازه شما. حالا سوال من اینه که آواها و نواهایی که میتونن در خدمت بشر باشن برای رسیدن به آرامش و حتی آموزش، چرا بعضی وقتا مخرب میشن؟ بله، این آواها و نواهایی که شما گفتید همشون من میشناسم. آوا ناظمی، نوا زمردی، اینا جفتشون جاسوسایی هستن که به خدمت دشمنای نظام در اومدن. الان هم شما نگران آثار مخربشون نباشید، هر جفتشون رو به حول و قوه قلمی دستگیر کردن. آه نگی آه تار کن عوض صورتمو برام تاره دیده نمیشم. آه مثلا اینجا شما دورین مخفی گذاشتین، خب من مثلا نمیدونم شما دارین فیلم برداری میکنید. بعد مثلا منم موسیقی رپ گوش کردم اومدم اینجا، تمایلات براندازانه تو نهادم زبونه کشیده اینجوری هست. باشه تاریه چی شد؟ تاریه چرا نیره بر همش؟ من در رو صورتم. آه. شما خودتو موسیقی رپ دوست ندارید؟ ولی زرشه ندارم. زرشه نداری بی خود کردی اومدی مصاحبه میکنی؟ آقای رحیم مشایی رو میفرسته که الان سرشه امور دست گرفته، همچنین عزمارم بادکش کرده که اصلا نفهمیده چی شد. یکم روزمرگی داره فکر میکنم، درسته؟ کی؟ رحیم مشایی؟ یا مقام عزما؟ چی شد؟ به امام فش. بابا این تاریه چی شد؟ نمیره این بره، نمیره اون بره، بنده رو صورت بوده، طبیعت رو داری تار میکنی. نه منظورم موسیقی رپه، میگم روزمرگی انسان ها خیلی درسته. مزخرف چرا میگی؟ ببین من اولی موسیقی رپی که گوش کردم رفتم تظاهرات، دومین رپی که گوش کردم ماشین نیروی انتظامی آتیش زدم، سی دی سوم رفتم تو کار قتل و جنایت و اینا، الانم چهاردهمین سی دی رو شروع کردم که دیگه دارم میرم سمت بیت رهبری. تو هم حواست به خودت جمع باشه. چاله. اما ما چی کار کنیم که جوانهای ما موسیقی ریشه دار گوش کنن و به روز هم باشه؟ موسیقی ریشه دار یا ریشه دار؟ میگم ریشه دار باشه. بله ریشه دار. موسیقی آقای سعید حدادیان، حاج منصور عوضی، موسیقی ریش داره. تو برای ترویج اونم دو تا قطعه عکسی فتوکپی شناسنامه ثبت نام تو بسیج محل تمام، ریش دارین هوا. آقای دکتر، ضمن اینکه شما به سوال من پاسخ ندادید که علل گرایش جوان‌ها و نوجوان‌های ما به انواع و اقسام موسیقی چیه؟ آه جواب نداده بودم اینو. آه والا فکر می‌کنم دلیل اصلیش همین برنامه‌های مزخرف و مصنوعیه که شما دارین درست می‌کنین. او تو همین فاصله زمانی که ما داریم به راجی میکنیم طرف مینیموم 3 گیگات راک گوش کرده، 2 گیگا هم رپ. بعد برنامه مسئولی کشکی خون میره آهنگ گوش میکنه. بس با همه عشقمون گوش بسپاریم به نوای خانواده. خانم محترم ببخشید، من هر وقت گفتم جسد شما لطفا خودتون مندازین وسط. من دارم راجع به برخورد قاطع نیروی انتظامی صحبت میکنم، بعد شما بحث عشق و خانواده و راج کاپور رو باید فینندیه مگه؟ آقه دوستی میگفت این ما هستیم که باید به چشممون عادت بدیم چیزهای زشت رو نبینه، و این ما هستیم که باید به گوشمون عادت بدیم که چیزهای زیبا بشنوه. بار خدایا بر ما فروغی تابناک افکن تا در تاریکی ها راه خود بیابیم. آمین. البته من راهکارو که پیدا کردم دیگه، الان نه چشمم چیزهای زشت میبینه نه که گوشم چیزهای بیریخ میشنوه. در جلسات بعدی هم قرار دماغ هم بکنم، چون جدیدن بوی الرحمن و نظام رو شنیده. البته کندن دماغ من چون پهنای باندش زیاده احتیاج بولدوزر داره. من این ترتیب نظام جمهوری اسلامی دیگه در خطر نمیفته. امروز ارتحال امامه. ارتحال خیلی بد چیزی. من خودم ارتحال نگرفتم، اما میدانم که از هر مرض بدتره. امام خودش ارتحال گرفت مدتی کرد.
من خودم در حوزه با افراد مختلف بحث علمی میزدم، مخصوصا با آقای اون خاتمه اون یک چپر جامعش احمق خاتمه با اون بحث علمی میزده. من به او میگفتم که بگو چه مطالعه میکنی تا بگویم تو چی هستی، چون باید زایگاه مطالعه نه تماشا کن. رو بر روی هم میستادم، اون میگفت چه مطالعه میکنی، من میگفتم تو چی هستی، اون دوباره میگفت چه مطالعه میکنی، من میگفتم تو چی هستی، همینجوری بازی میکردیم. خلاصه کدام بحث میزدم الان؟ اون روز چی ارتحال شده یادم هست، از نماز جمعه آمده بوده، گفتنده چه زود بیا تهران، با هواپیمان سوار شدم. همان اول از اون مهمان پرست مهماندار چی اون که نوشابه میفروشی توی هواپیما، اونم پرسیدم چی چقدر راه تا تهران، گفت نیم ساعت. پس معنی گول زدنده چی گفتنده با هواپیمان بروم، آخه نیم ساعت هم راه بودی، اگر نیم ساعت میدانستم بودی چه پیاده میرفتم چی. خلاصه کجای بحث افتادم؟ اون روز چه امام مرد سنشنبه بود، بس ایزه نه جمعه نبوده چی، جمعه چی نمیشه مرده باشه چی، دروغ نگو جمعه تعطیله. بعد وقتی به نوا فکر کردم الله ازنه گامازه اونا باخ خودت با نفهم طرفه، تو برای من جست پوزه نگیر گدوخ، تو همانه که برای تروریستی فرستادم تو رو اون نفر میکشه توی گزایش فشنج ریختی، آخه نفهم فشنج مال توی گزا ریختنه، فشنج رو باید میگذاشتی توی هفته تیر، اون وقت هفته تیر رو میانداختی توی گزایش. هفته تیر چی میگویم؟ نه اون هفته تیر چی توی تهران میدانه ها، اون یکی هفته تیر چی صدا میکنه. البته اون هفته تیر هم چی میدانه هم صدا میکنه، همون اولش صدا کرده هم بعدش تظاهرات میشده. خلاصه اونه میگفتم که من خودم نماینده امام در استان بوده، امام چی ارتحال گرفت نماینده مقام مزبا در استان شده. مقام مزبا چی میگویم؟ نه این مقام مزبای بنوای بدبختی که الان میبینه ها، اون مقام مزبا که اون روزها برای خودش توی نظام آدم حساب میکردند، حرفش گوش میکردند. خلاصه الان که توی سر کله او خورده، توی سر کله ما هم فشار آمده که صحبتش باشد برای مراسم مناسبت ارتحال بعدی. خیلی ممنون که به عرایزم تحمل کردید، موقت باشه. بگی منو کمی به چر حالا به راد بیا عقب حالا سزر امام جون بگو پس کجایی، نکنه تو مثل ما نداری راهی، ما همه اینجا چشم راهی، اگر نیای ما پیش تو میایی، اگر نیای ما پیش تو میایی. بگو بر میگردی، 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 اگه بر نگردی بای 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 بای. شونه امام یه بای بای بیا، یه بای بای آدی میکنی امام جون. بگو بر میگردی، بدون تو در به در و مشنگی، امام جون بگو بر میگردی، چطور ما بی فتوای تو به جنگی. سگ دعوای درونی رژیم به عنوان یکی از علائم آشکار دوران سرنگونی آخوندها مورد توجه همه تحلیلگرایی که مسائل ایران و خاورمیانه رو دنبال میکنن طبعا قرار گرفته. عرض کنم که اخیراً قطعه‌ای توسط نکست میدیا انیمیشن که از تولید کنندگان مشهور انیمیشن در آسیاست تهیه شده که دوست عزیز پیک شادی شکور قفوری اون رو برامون فرستاده. با هم می‌بینیم. ایران 总统及最高精神领袖的权力斗争。 伊朗总统艾哈曼迪贾内德及最高精神领袖哈米尼正在角逐伊朗主导权。哈米尼的支持者说，艾哈曼迪贾内德是被巫婆下蛊。他们还攻击艾哈曼迪贾内德的最高顾问，并逮捕他的朋友，指控他们用巫术及召唤精灵。 哈米尼现在更是火冒三丈，
因艾哈曼迪贾内德把他在内阁的支持者一一革职，并把八个内阁职位缩为四个。艾哈曼迪贾内德还掌权石油部门，并会代表伊朗出席下个 OPEC 会议。艾哈曼迪贾内德还喜爱乱说话，他跟伊朗人说世界末日将会是伊斯兰教人的人间天堂。قتل خودتو امضا کردی، امشب ستاره رو خوب بشمر چون دیگه نمیبینیشو. آی دکتر یه خرفه کن، پیرن دونه 5000 تومن، اگه مجبور جایی رو بگیره بیایی گوشمو بگیر. سب کن میرم، این اعلامه میچسبونم به دیوار که با کار نکم نتونم بکرنه. آره بابا حال نداری، الان کسی برای مقام عظمش هم طرح خود نمی کنه، چه برسه برای یه استراتیجیست دوزاریش، هر جبینی ریخته. سب کن میرم، دوزاری ریخته، استراتیجیست ریخته. فکر کنم منظورم دوزار بود، یخه رو ول کن آیه. فکر نکن، مغزت عادت نداره رگ به رگ میشه. روشن شد یا همچی بذارم که کل وجودت رگ به رگ شه. آی دکتر، آبرو نداشتای خودتو من و مقام عظمه رو با این کارت بردی. دوربین روشنه. هیچی روشن نیست تا من روشنش کنم. همین دیگه نه، اکشن یعنی روشن شو، حالا شروع کن. یه فیلسوف خیلی مشهور میگه به هر پدیده ای از منظرهای مختلف میشه نگاه کرد. میشه گفت 13 خرداد نحس‌ترین روز در تاریخ جمهوری اسلامیه. این یه منظره، میشه گفت خیر روز بسیار پر خیر و برکتیه برای مقام عظما. من میگم واسه چه عزا بگیریم و گریه کنیم؟ برعکس بزن بکوب را بندازیم و حالا نرقص کی برقص؟ چون که درسته که روز مرگ امامه، ولی از منظر دیگه طلوع مقام عظما و قبضه کردن همه قدرت توسط ایشونه، کسی که تا قبلش هیچکی نبودن و الحق یه روزخون دوزاری بودن و بلا نسبت پهنم بارشون نمی کردن. به جایی رسیدن که یه بزرگایی مثل حاج آقا مصباح، مکارم، طبسی، جنتی، رئیس شهری، مهدوی کنی یا یه گله از این بزرگان رو تو جیب کوچیکشون گذاشتن. های ناکس بی معرفت، حالا که امام مرده و نظام بی صاحب شده اینطوری دور برمی داری خجالت بکش، اینطوری که حرف می زنی اگر مقام عظما لحظه شماری می کرده که امام فلنگ رو ببنده و ایشون بپره رو قضیه. درسته فیلمای اون وقتا هست که مقام عظما اینجور میکردن ولی گریه نمیکردن، تو دلشون قند آب میکردن. یعنی میگی حکایت همونیه که گفت وقتی مردم یه شمع رو قبرم بذارین چون از تاریکی میترسم، بعد بهش گفتن تو بمیر ما قبر تو چراغونی میکنیم. آره زدیم به زهر مار رو آب بخندی، تو نمیتونی مسائل تحلیل بکنی چون که نظام ضربه خورده، تو قاطی کردی، حرفات قبول نیست. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بازم بهادر عرض میکرده، بله میفهمودن که یک گردن کلفت مرسی هیکلی بود رفته بود برای استقبال باباش فرودگاه، اونجا دعوا شد با یک گردن کلفتر مرسی هیکلتر، یک مشقر تو پوزش گیت شد، اینه تو که گیت شدی، وقتی باباش اومد چمدون رو بوسید باباش رو زد زیر بغل برد خونه. آقای دکتر، من احساس افتراق میکنم تو همه سطوح نظام، به خصوص بالای نظام. خسته نباشی، به پا نچایی، زدن به تیپ هم برای طرف فک و پوک نمونده، تو تازه احساس افتراق میکنی. برا نسبت به مشنگ گفتن تریلی زده به جیان بابات پرتش کرده تو دره، مشنگ گفت احساس میکنم یه خبری شده نمیخوایم به من بگی. آیا دکتر در راستای صلح بین آقا محمود مقام عظما، احمد خاتمی با دک و پوز و گردن به این کلوفتی هر بار توی نماز جمعه آقا محمود رو تهدید میکنه، ولی دفعه بعدم که میاد دوباره اون تهدید سر جای خودش هست و کارم خرابتر از دفعه قبل شده. به خاطر اینه که مشک نمیفهمه که تو نماز جمعه که جای این حرفا و این تهدیدا نیست، که هر کی کاری رو تو جای بی جا بکنه گنده کاری بالا میاره. شوتر رفت بانک بزنه، سلاح رو کشید گفت دستا همه بالا، همه دستا رو بردن بالا، ولی دید یه نفر داره میخنده، بهش برخورد گفت چه مرگته که داری میخندی؟ طرف گفت آخه بابا جون اینجا بانک خونه. روشن شد یا همچی بذارم که دستات بره بالا. آیه دکتر بزن بادور، توی سال مرگ امام
حتی این ملا حسنی هم که از آقا محمود مدال گرفته پریده رو کول آقا محمود و جوه پا رفته تو شکم آقا محمود. اونو به حساب ضدیتش نذار، ایشون از مغزشون زیاد استفاده نمی کنن، نگه داشتن برای روز مبادا. میخواد احترام با آقا محمود بذاره ولی میدنه فکشو پیاده میکنه. بل هم عبوی همیشه میفهمودن بذار بادار عرض میکردن بله، میفهمودن که یه بسیجی شوتی رو بردن تو گارد احترام فرودگاه، گفتن این هواپیما که میاد هواپیمای هیئت دیپلماتیکیه که دعوتش کردیم، اولین نفری که از هواپیما پیاده میشه رئیس هیئته. وقتی که اومد بیرون 21 تیر برای شلیک میکنه. بسیجی گفت اگه با همون تیر اول که زدم افتاد لازمه اون 20 بعدی رو بزنم؟ روشن شد یا 21 تیر بهت بزنم؟ آقای دکتر خیلی روشن میکنی، این دفعه حواستون باشه، سوختتون تموم نشه. میرسیم به آخر برنامه های دکتر بزن بهادر. سب کو ایست، بیا این شکلات رو به عنوان شیرینی بهت میدم بخور. چرا دکتر؟ چون دعوامون اول کار کردیم دیگه، تو سال مرگ امام شیرینی پخش بود. نوست نکن خودتو بخور دیگه، اول برنامه نوارش هست که داشتی با دم بهت گردو میشکستی. من تربازو تو کشیدم. آیه دکتر بزن بهادر، وقتی که امام ببینه که نبرم شیرینی پخش بود. امام مرده، تو مگه طلوع مقام عثمان نمی کردی؟ خب باشه یه اشتباه سگیران خون دل دادم که با من آشنا گردد، ندانستم که سنگ گر خون خورد خون خوار میگردد. خدا لعنت اش کنه فرهنگی حامیان ولایت اسم مسخره بازار جدیدیه که رژیم را انداخته برای نجات از سرنگونی. گزارش تلویزیون پشم و شیشه آخوندی از این اردو بهترین شاخص و نشان دهنده ورشکستگی ولی فقیه و در هم شکستگی رژیمش بود. اصلا نه توضیح میخواد و نه ورود طنزپردازان پیک شادی رو. تنها کاری که کردیم خلاصش کردیم که تو پیک شادی جا بشه. بینندگان گرامی سلام، اینجا شهرک سینمایی دفاع مقدس. به نظر شما برپای این گونه اردوها چقدر برای روحیه کارکنان تاثیرگذاره؟
رسالت سازمان تبلیغات اسلامی در این شرایط که ما درگیر جنگ نرم هستیم و در حوزه فرهنگی در واقع به ما تهاجم شده، ما باید در این اردو تبیین کنیم همونجوری که تا الان اتفاق افتاده که امروز اسلحه ما قلم ماست. برپایی این گونه اردوها فرصت مغتنمیه تا جوانها و نسل امروز توانمندیهای خودشون رو در زمینه فرهنگی و نظامی بالاتر ببرن. تدابیر امنیتی هم دیده شده که میدان تیر هم مسابقاتی برگزار میشه، به نفرات اول تا پنجم هدایای اهدا خواهد شد. یکی از کمترین چیزهایی که میتونه تو این اردوها این که تو این اردوها بچه‌ها یاد بگیرن به نماز اول وقت توجه کنن. اردویی که امروز در اون شرکت کردین رو چطور دیدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اردوی بسیار خوب تا به الان، اردوی موفق الحمدلله. حالا از رابطت با امام بگو. امام یه رابطه میگم، یه رابطه میشه فیلمش هست، فیلمشو بذار. مثلا من اینجا چون دقت کنی، من اینجا نشسته بودم با امام تو نوفل شاتو نشسته بودم، داشتم با هم دیزی دو نفره میخورد، دیزی دو نفش دو نفر میخورد. اینجا امام اشتهاش کور شده بود، من براش لقمه میگرفتم، امام هم میخورد. حالا بعدی رو بذار، بعدی رو بذار. آها همین رو میگو، هم شما همین قسمت رو دقت کن. اینجا یکی از شیرین ترین خاطرات زندگیمه. امام که داشتن میومدن، منم همونجا سر خوردم و پلا اومدم پایین. اصلا من بچگی سر خوردن دوست داشتم. پایینم که اومدیم مراسم شیرینی خورون امام بود، شیرینی میداد. آخ 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 آخ، اینو میذارید جگرم هلاک میشه، هلاک میشم. اینو میذارید اینجا کنسرت امامه، کنسرت امامه. جمعیت ریخته بودن کنسرت امام، که گفته بودن اول براشون چی رو بخونه؟ چی؟ شازده خانومو گفته بود. آه شازده خانومو گفته بودن بخونن، که امام اینجا گفتن من هنجرم نمیکشه، آمنه لکن آمنه رو خوندن، که منظورشون دقیقا همین اشجاد شایق خودمونه. اتاقا با منی؟ نه بابا هر وقت گفتم فاطمه رجبی شما بلند شو، هر وقت گفتم جسد خودتو بنده وسط. دامتت این بر اون بر، الان که امام نیست چی کار میکنی؟ الان که امام نیست چی کار میکنی؟ الان من بغل آقا محمود کار میکنم، بغلش. منظورتون کنار دستشونه دیگه نه؟ نه خیر، عرض کردم خود من تو بغلشون کار میکنم. شما این تصویر رو بله همین تصویر رو شما نگاه کنید، من اینجا تو بغل آقای احمدی نژاد دارم کار میکنم. 120 ثانیه با ایمیل ها. تشکر میکنم از دوستان عزیز پیک شادی: علیرضا افشارچی، مجید ساعتی، پی سی بوی، علی آزاد، هوا حمزه آذرک به خاطر مطالب بسیار خوبی که برامون فرستاده بودن، ابوالفضل اخباری عزیز نمونه ای یا بهتره بگم نوبرونه ای از جنگ گورکا تو نظام آخوندی رو برامون فرستاده، تصویری که ملاحظه میکنید و نکاتی که فکر میکنم بسیار واضح هست، نیازی به توضیح نداشته باشه. همینطور تشکر میکنم از دوستان پیک شادی: علی جانسون، اهورا، اکبر اقبالی، الکس از آمریکا، کریم و دوست گرامی پیک شادی شاهین یا شاهین، دقیقاً نمیدونم تلفظش کدوم هست، رو با حروف لاتین نوشتن. به هر حال مطالبی که فرستاده بودید بسیار خوب و قابل استفاده بود، از تماس تشکر می‌کنم. علی نژادی کاریکاتور زیبای خداحافظ زهات رو فرستاده که ملاحظه می‌کنید. یوسف کیانی کلیپ فوق‌العاده‌ای رو که فرستاده بودی به قسمت مربوطه دادم، اونها هم تشکر کردن، حتماً در برنامه خودشون استفاده خواهند کرد. مرتضی از دانمارک، تنسایی که فرستاده بودی عالی بودن، از همه اونها استفاده میکنیم. به طور خاص دکتر بزنبهادر خیلی تشکر کرد. عرض کنم که حمید زیایی متن طنز تلخ رسید، بسیار خوب بود و قابل استفاده. تشکر میکنم از بهرام عزیز از اصفهان، خیلی خوشحالم که بیننده پیک شادی هستی، نکاتی هم که نوشته بودی چشم اجرا میکنیم. حامد کوشکی عزیز دوست پیک شادی، نکات طنزت عالی بودند، امیدوارم که به کار خودت با پیک شادی ادامه بدی و طنزهای از این دست باز هم برامون بفرستی. همینجا از فرصت استفاده میکنم به دوست گرامیمون سیمین اسکویی درود میفرستم، ممنون از ایمیلتون و نکاتی که برامون ارسال کرده بودید و آرزو میکنم که باز هم شاهد نکات بیشتر و ایمیل های بعدی شما عزیزان باشیم. تشکر میکنم از بهروز و مهین از ارومیه، گفته بودید که در مورد ملا حسنی طنزهای بیشتری بگذاریم به روی چشم، در هر فرصتی تلاش میکنیم که از ملا حسنی نماینده رودست مونده ولی فقیه هم طنزهایی داشته باشیم. بلا نگو عذابم، شیطون شاگرد من بود، بیا اینم کتابم، بابای روز طلبه بودم، دیوی تو دفه بودم، تا اینکه
انقلاب و رو بودم، لکن رو جا من سوارم، هیچ احساسی ندارم، در آورد اون جا به زهر دمار از روزگارم. سالها بودم در کمین، قایم شدم پشت دین، عشقم تو و بوم بومین تنها همین. دوستان عزیز، در پایان وقت برنامه از همه شما که با ما همراهی کردین تشکر میکنم. به رسم همیشه گی آدرس ایمیل برنامه رو خدمتون یادآوری میکنم. آدرس ما هست pekshadi@irantv.com و در این آدرس منتظر دریافت نکات، نظرات و پیشنهادات و قطعات طنز شما عزیزان هستیم. آدرس فیسبوک برنامه هم به همین اسم پیک شادی است و از این طریق میتونید هم ما رو در جریان نکات و نظرات خودتون قرار بدید و هم طنزهای پیک شادی رو از این طریق دریافت بکنید. با تشکر مجدد بابت همراهیتون با پیک شادی و با آرزوی شادی و پیروزی برای شما در همه ایامتون، شما رو تا دیدار بعدی به خدا بزرگ. خدا نگهدار. اگه اهل خنده هستی، پیک شادی رو بکن.